عدالت معنیش یعنی چی؟ قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. اعتقاد به این میشه عدالت، اجرای این میشه چیز دیگه. دقت کنید. ما یک مفهومی داریم، حقیقت به ما هو و حقیقت. من حقیقت رو قبول دارم، بر مبنای حقیقت میگم هر چیزی باید سر جای خودش باشه، این میشه عدالت، اجرای این میشه نظم. یعنی من قبول دارم که این لیوان بالا سر این لپتاپ من نیست، روی این گل نیست، بذاری میگم بی‌نظمیه. اینو وقتی اجرا کردم گذاشتم این گوشه، میگید منظمه. بعد نظم چی میاره؟ زیبایی میاره. چی شد؟ حق، عدل، نظم، زیبایی. اون موقع دنیا خوب قشنگ میشه، اون موقع همه چیز زیبا میشه. و عصر ظهور عصریست که یملا الارض قسطا و عدلا، پر از عدل و قسط میشه. کما همچه قبلش مال از ظلم و جور. پس از این یک برداشتی میشه کرد، ویژگی و شاخصه پیش از ظهور اینه که دنیا خیلی زشت میشه. چرا؟ چون بی نظم میشه. چرا؟ چون بی عدل میشه. چرا؟ چون مردم حقو گم میکنن. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این وظیفه منتظرانه در قبل پیش از ظهوره. مردم رو به حق فرا بخونید، یعنی در مرحله دوم به عدالت فرا بخونید، و در مرحله سوم عدالت را اجرا کنید. عدالت فقط زمانی اجرا میشه که چی بشه؟ دیانت بیاد. چرا؟ چون دیانت حقه. چون اصلا شما مبنای تعریفتون از عدالت چیه؟ ریشه حقیقت رو باید بشناسی. جز خدا کی حقه؟ و جز آنچه که خدا معرفی کنه چه حقه؟ عقل ناقص من و شما؟ که تمام این اسمها رو باید مرور بکنه تا به این نتیجه برسه. نه دیگه، این اسما جواب نمیده. دنبال اون بگرده، دنبال اون گم شده بگرده، ظهور شکل میگیره. قبل از ظهور هیچ چیزی سر جای خودش نیست. زشتی ها دنیا رو میگیره.